توی جدید است دوران میفهمن که طالبان د جګړه ودروي او سوله ایز ژوند وکړي. تر همدې شعار لاندې د جوزجان ولایت د تکوندو فدراسیون ورزشکارانو په عبدالرشید دوستم سپورتي لوبغالي کې د مولاداد راکم د مارشال هنر سیالۍ په دریم کپ کې د دولت په مخالفینو غږ وکړ چې جګړه ودروي او سوله ایز ژوند وکړي. د جوزجان ولایت د تکوندو فدراسیون رئیس محمد اسماعیل ابراهیمی وویل د سیالۍ د پایل کولو عمومي هدف د جګړې په سیاسي او سیاسي مسلو کې ښکېلو دواړو لورو ته د سولې پیغام رسول دي. هغه زیاته کړه ورزشکاران تل د سولې د سفیر رانو په توګه پیژندل شوی او دا ځل دوی غواړي د سولې لپاره د سپورتونو سیالۍ ترسره کولو سره خپل غږ اوچت کړي. به خاطر جام صلح بود کې همه ورزشکارا از جنگ خسته شدن، همه مردم افغانستان از جنگ خسته شده، تحت نام ما صلح میخواهیم ایره برگزار کردیم. یک بودش که به خاطر شناخت چهره های برتر ورزشی بوده که در یکی از اساتید نامش ایره قدردانی کرده باشیم برگزار کردیم. اما قسمی که همه مردم میفهمن به خصوص ورزشکارا بهترین تمثیل کننده یا ممثل وحدت ملی هستند، ما با راه اندازی همچون مسابقات به نیروهای مخالف دولت، کسایی که در قضایای جنگ دولت البته دخیل هستند، احترامانه خواهش میکنیم. به صفت یکی از فرد ای وطن احترامانه خواهش میکنیم از جنگ دست بکشن. ما خسته شدیم، همه مردم افغانستان صلح میخواین، ما تشنه صلح هستیم که بیاین دست به دست هم بتن تا کشور خود آباد بسازیم. په همدې حال کې په دې سیالیو کې برخه اخیستونکي لوبغاړي هم له ښکېلو لورو غواړي چې د ولس غوښتنو ته پام وکړي، جګړه دې ودروي او سوله ییز ژوند دې وکړي. مسابقه بر اساس امو صلح و جنگ های 30 سال گذشته برگزار شد و ما شخصی هستم که در جنگ تولد شدیم، در جنگ بزرگ شدیم و میخوایم با همی پیشبرد همی ورزشم به کشورم تا اندازه کمک کرده بتانم. خب ورزشکار خودش سفیر صلح هست و یک ورزشکار میتونه به بیرون از کشور بره پیام صلح انتقال بده و هر شخص در هر جامعه ای که باشه اشد ضرورت است که باید ورزش داشته، ورزشکار باشه و ورزش بکنه. امروز برای بیان صلح و جنگ هایی که در 30 سال اخیر در کشور عزیز ما رخ داده به خاطر او برگزار شده بود که ما ورزشکاران ضامن صلح و سعادتمندی می باشیم. به خاطر همین این پروسه را راه اندازی کرده بودیم. ما به حیث یک نوجوان این کشور بر آنها پیام داریم که آنها بیاین صلح کنند و در وطن خود به آرامی زندگی کنند. د دې سیالیو په وروستۍ برخه کې د جوزجان ولایت والی مولوی لطف‌الله عزیزی د سیالۍ ګټونکو ته جایزې او ډالې وویشلې. د یادولو ده چې د دې سیالیو لپاره لسګونه مینوال او ورزشکاران د لیدلو په پار سره راټول شوي وو.